آقای باطبی 24 سال از اون حرکت دانشجویی در ماه تیر گذشت. از شما شدی یکی از نمادهای اون جنبش به خاطر عکسی از شما با پیراهن خونی که روی جلد مجله اکونومیست بریتانیا منتشر شد. از اون موقع تا الان چی فرق کرده تو ایران؟ بگین چی فرق نکرده. بیشتر چیزی که فرق نکرده اینه که همون میزان سرکوب و همون میزان کشتار و همون میزان فساد و قتل و کشت و کشتار هست. یک فرق البته کرده و اون فرق اینه که اون زمان ما چیزی به نام اینترنت و ماهواره نداشتیم، اخبار اطلاعات برسه تنها یکی دوتا ممکن بود رادیوی موج AM خیلی ضعیف اونم با پارازی صدای آمریکا بود. یه بل از ریجده ایتیلومی که دو سال بعدش رادیو صدای ایران اومد که مرحوم مهری و اینها به اصطلاح پوشش میدادن برخی اخبار رو. ولی الان ما هم شبکه اجتماعی رو داریم، هم آنتنای ماهواره قوی شدن، هم الان دیگه آدم ها خودشون سلف میدیا هستن، یعنی هر آدمی میتونه برای خودش تلویزیون خودش رو داشته باشه، میتونه رادیو آنلاین خودش رو داشته باشه، وبلاگ خودش داشته باشه. و این اصلا نعمت بزرگی است که آگاهی رو گسترش میده و دسترسی آدم ها رو به دنیای آزاد 100% میکنه. اون سال چه اتفاقی افتاد که برای من میگم نسلهای بعدی که دانشجویان اینطوری خشمگین از خودشون واکنش نشون دادن؟ خشم، اگر شما از جنبه خشم بخواید نگاه بکنید، دلیلش این بود که به هر حال به حریم دانشجو تعرض مستقیم و بی‌واسطه شده بود. به خوابگاه دانشجوی همه جا در تمام دنیا یک حریمی رو برای دانشجو و مخصوصا جایی که محل سکون، حالا توی محیط دانشگاه ممکنه که درگیری باشه هر چیزی، ولی خوابگاه همیشه یک حریمی به اصطلاح احترام پیشفرزی رو همیشه براش قائل بودن. به خوابگاه حمله کردن و دانشجوها رو کور کردن، از ارتفاع پرتشون کردن، کشتنشون، به سرشون شلیک کردن. مرحوم عزت ابراهیم نژاد و این خب خیلی باعث خشم، تولید خشم شد. مضافه بر اون جامعه هم تا حد زیادی خشمگین بود. اگه یادتون باشه اون زمان مصادف بود با برملا شدن قضیه قتل‌های زنجیره‌ای و دخالت مستقیم وزارت اطلاعات در قتل دگرندیشان و این به حال جامعه رو خیلی خشمگین‌تر می‌کرد. و یک دلیل دیگه هم داشت و اون هم شکوفایی مطبوعات بود. مقطعی بود که مطبوعات زیادی در دوره اصلاحات مجوز گرفته بودن و نشر اخبار اطلاعات زیاد می‌شد و همین رو باعث می‌شد که هیجان یا مطالبات مردم، میل مردم برای دونستن و واقع بودن بیشتر باشه و همه رو در مجموع چیزی شد که شما فرمودید خشم. شما اون زمان پس از دستگیری محکوم به اعدام شدید، ولی بعداً حکم شما، اگه اشتباه نکنم، سه نفر دیگه که محکوم به اعدام شده بودن هیچ کدوم اجرا نشد. چرا محکوم به اعدام شدید و چرا بعداً تجدید نظر کردن؟ چرا ما محکوم به اعدام شدید که من نمیدونم، اینا بعد از نظام جمهوری اسلامی بپرسید که چرا ما را به اعدام محکوم کرد. اما من همین سوال از بازجون پرسیدم وقتی که به من بازجون به من گفت تو باید بیای جلوی دوربین و اعتراف بکنی که پول گرفتی از کشورهای غربی، باید اعتراف بکنی عکسی که از تو منتشر شده خون واقعی نبوده، تو اون رو با سس گوجه فرنگی و خون حیوانات درست کردی و تقلبی بوده، جعلی بوده، باید بیای جلوی تلویزیون اینها رو بگی و اگر نگی ما به تو حکم اعدام میدیم. من نگفتم و به من حکم اعدام دادن. و اینکه ازش پرسیدم تو میدونی من حکمم واقعا عادلانه نیست، چرا همچین کاری رو میخوام بکنی، چرا میخوای اعدام بکنی؟ آخرین بازجویی ها بود، بازجو گفتش که ببین تصمیم برای این شده که چهار نفر شما رو چهار گوشه شهر اعدام بکنیم که فضا آروم بشه و تو انتخاب شدی برای این داستان
و این دست من نیست، من نه دستور دادم نه این، فقط این بهت میگم که تو انتخاب شدی. اینکه چرا ما ادامه نشدیم این بود که تو مقطع خب دولت اصلاحات اومده بود، یک مقداری تلاش در حوزه بین المللی بود که چهره جمهوری اسلامی چهره انسانی تر نمایش داده بشه، بحث حقوق بشر از طرف دولت اصلاحاتی مقداری به لحاظ وجه و مشروعیت مهم بود که تو دوره اصلاحات این اتفاق نیفته، و جامعه بین الملل هم فشار آورد. اگه یادتون باشه در همون مقطع دبیر کل سازمان ملل اومد تهران و با مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبری جمهوری اسلامی ملاقات کرد و همه اینا باعث شد که و فضا هم آروم شد، یعنی تونستن فضا رو کنترل بکنن و اعتراضات سرکوب شد. دلیلی نبود که ادامه پیدا بکنه و همه چی تحت کنترل بود. جامعه جهانی هم مطالبهش این بود که حقوق بشر جدی گرفته بشه، تصمیم برای شد که اعدام نشه و حکم ما تبدیل شد به، در مرحله اول هممون تبدیل شد به 5 سال زندان قطعی و 10 سال زندان تعلیقی. ما اعتراض کردیم به این حکم، گفتیم اینو قبول نداریم، مثلا دلیل نداریم ما 5 سال زندان بمونیم. اینا حکم رو برگردوندن به 15 سال زندان قطعی، یعنی اون 10 سالی که تعلیقه بودم اضافه کردم به 15 سال و ما شدیم زندانی های محکوم به 15 سال زندان. بازداشت شما اون زمان، اون عکس، اون تظاهرات دانشجویی چگونه روی زندگی احمد باطبی تاثیر گذاشت؟ خیلی سوال شفافیه، یعنی میدونه، همه میدونن به چه طریق، میتونید حتی حدس بزنید بدون که من بگم. من قرار بود مثل همه آدم ها زندگی عادی داشته باشم، دانشگاه تموم بکنم، رشته مورد علاقه هم هنر بود، سینما بود، فیلمسازی بود. قرار بود که حداقلش یک فیلمساز مستند باشم، بتونم توی لااقل این صنف ارزندام بکنم. ولی اولین اتفاقی که افتاد من دیگه نتونستم رشتم ادامه بدم و این شد که توی زندان بعد چند سالی به ما، یعنی به همه زندانی ها این فرصت می دادن که به صورت مکاتبه‌ای با دانشگاه پیام نور تماس بگیریم و ادامه تحصیل بدیم. خیلی از زندانی ها، از جمله زندانی سیاسی، این کارو میکردن. منم کردم که جامعه شناسی خوندم، لیسانس جامعه شناسی توی ایران توی زندان خوندم. بنابراین اولین اتفاق افتاد من از یک زمینه به یک زمینه دیگری رفتم و به لحاظ فردی و روحیه من آدم بسیار روحیه لطیف و هنری داشتم، تبدیل شدم به یک آدم خشن، تبدیل شدم به یک آدمی که تجربه هایی رو کرد که نباید میکرد و شخصیتی ازش ساخته شد که شخصیت مورد علاقهش نبود. واقعا من مثال سادهش براتون میگم، شاید قابل لمستر باشه. من دهه سوم زندگیم، یعنی در 20 سالگی تا 30 سالگی رو زندان بودم، یعنی تمام اون مدتی که جوان ها میرن توی محیط اجتماعی، معاشرت یاد میگیرن، تعامل با جامعه یاد میگیرن، تعامل با جنس مخالف یاد میگیرن، درس میخونن، دانشگاه میرن. من همه اونها رو زندان بودم توی یک محیط نر که اصلا هیچ جنس مخالفی نمیدیدیم، محیطی که هر روز دعوا بود، درگیری بود و شما باید میجنگیدی تا زنده بمونی، میخوابیدی باید یک چشم بسته، یک چشم باز که مراقب باشه کسی سراغتون نره، سرتون نبره. من تو همچین محیط خشنی میتونم بگم بزرگ شدم. چون بچه بودم وقتی رفتم زندان، بند جوانان رفتم و سنم پایین بود، بزرگ شدم و تبدیل شدم به یک آدمی که تجربه های بد کرد. وقتی هم بیرون آمدم، زندان رو با خودم بیرون آوردم و تو به امروزی که الان پیش شما نشستم، 46 سالم شده، روزی نیست که من با فکر ایران نخوابم، با فکر ایران بلند نشم، با فعالیت های حقوق بشری که لااقل تو این چند سال انجام دادم درگیر نباشم. شغل اصلیم روزنامه نگاریست، هر روز باید به خبر ایران کار بکنم، با اتفاقات تحولات ایران کار بکنم.
و اون دغدغه و مشغله فکری که یک آدم درگیر با مسائل ایران داخل ایران داره رو من با خودم آوردم و که کماکان باش زندگی میکنم و تبدیل شدم به اینی که میبینید به یک چیزی که هیچ برنامه‌ای براش نداشتم. اون جنبش دانشجویی، اون حرکت یا خیزش جوانان دانشگاه تهران چه تأثیری گذاشت در سالهای بعد تا به امروز روی جنبش دانشجویی؟ ما دیدیم که در ماهای گذشته، در 10 ماه گذشته، دانشجوها بار دیگر یک نقش بسیار فعالی رو به عهده گرفتن در یک خیزش زن زندگی آزادی. چقدر از اون حرکت در حرکت‌های بعدی دیده میشه؟ ببینید 3 مرحله داره. اگر ما بعد از خودکشی دست جمعی ملت ایران در بهمن 57 تا به امروز جنبش دانشجویی نگاه بکنیم، 3 مرحله داشت که هر مرحله روی مرحله بعدیش تاثیر مستقیم داشت. بعد از اینکه جمهوری اسلامی مستقر شد و قدرت به دست گرفت، انقلاب فرهنگی کرد، تمام دانشجوها رو اخراج کرد، اساتید اخراج کرد، بخشی دانشجوها اصلا رفتن خارج از کشور، بعضی تو زندان‌ها اعدام شدن و دانشگاه تصفیه شد، تبدیل شد به یک، در واقع برای لااقل دهه اول یا نزدیک به پایان دهه اول دهه 60 تبدیل شد به یک دانشگاه اخته، یک دانشگاه که واقعا خواجه هیچ. و کاری که قرار بود انجام بده و انجام داد این بود که دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه رو در دانشگاه برای انداخت و بتونه راه روحانیت و حوزه رو به دانشگاه باز بکنه. ولی همون مقطع، یعنی بعد از جنگ، بخشی از دانشجویی که از جنگ برگشتن و شور در واقع جوانی داشتن و سر ناسازگاری شروع کردن فعالیت مخالف و بعد از لااقل دهه 70، نیمه اول دهه 70، اولا دفتر تحکیم وحدت از شکل اون چیزی که براش آماده بود جمهوری اسلامی برنامه ریخته بود خارج شد، تا حدی هم از کنترلش خارج شد. نیمه دوم دهه 70 اوج تحولات بود به دلیل اینکه ما دوم خرداد داشتیم و خیلی از دانشجوهایی که سر مخالف و جمهوری اسلامی داشتن دفتر تحکیم وحدت رو بهترین موقعیت میدن برای اینکه چتر در واقع امن و قانونی بود برای فعالیت کردن و این به حدی کشیده شد که دفتر تحکیم وحدت عملا در دهه 80 دو تیکه شد، تبدیل شد به دو طیف علامه و طیف در حقیقت که جمهوری اسلامی در حقیقت درست کرده بود. در کنارش، در موازاتش هم ما سازمان های دیگه داشتیم، سازمان هایی مثل سازمان آقای تشمت الله تبرزدی، اون با سازمان اقماری داشت مثل کمیته دفاع زندانی سیاسی، کمیته دانشجویی، جبهه متحد و همین ها در حقیقت در موازات هم دیگه حرکت میکردن. ولی یک اتفاقی که توی نیمه دوم دهه 70 افتاد این بود که اصلاحات بسیار تأثیر گذاشت روی جنبش دانشجویی، تا حدی که سازمان‌های دانشجویی از جمله دفتر تحکیم وحدت تبدیل شد به سازمان‌های اقماری احزاب اصلاح طلب و اصلاح طلب از اینها به عنوان اصلاح طلب و احزاب اصلاحات از این سازمان‌ها به عنوان سازمان های اقماری خودشون استفاده میکردن، بازوهای خودشون استفاده میکردن و این ادامه پیدا کرد تا نیمه دوم دهه 80 که باز دوباره ما یک رکود کلی رو ما دیدیم. دوباره در جنبش سبز همین روش بالا اومد و همین شیوه باز جنبش دانشجویی بالا اومد، باز ما این رکود داشتیم توی چند مقطعی که لااقل در 10 سال گذشته تمام این چیزایی که خودتون شاهدش بودید. حالا چه تأثیری اینها بر هم دیگه داشت؟ این بود که هر دفعه دانشجوها از همدیگه آموختن و مثلا تو یک دوره اصلاحات تونست روی نسل من، نسلی که دانشجو بود، تاثیر بذاره، از ما به عنوان سازمان‌های اقمار استفاده کنه، ولی نسل بعد ما دیگه این فرصت رو به جریان اصلاحات نداد، این فریب رو نخورد و نسل بعد از اونا هم که الان دانشگاه، الان در حقیقت دانشجو هستن، کلاس های دانشگاه رو پر کردن، آدم هستن که بسیاری از امور آگاه هستن، از ما بسیار آگاه تر، فرهیخته‌تر و مطلع تر هستن. بنابراین هر
سه مرحله از جنبشی که لاقل ما در این 4 دهه داشتیم روی همدیگه تاثیر داشتن، به آگاهی همدیگه افسودن و هم در کنار اینها اطلاعاتی که از طریق اینترنت و ماهواره به دانشجو منتقل شد، اینها رو تبدیل به موجودات واقعا فرهیخته و بسیار بسیار مطلع‌تر از دانشجوهایی که ما بودیم در اون مقطع. شما چه امروز فکر میکنید دانشجویان که خب در 9 ماه 10 ماه گذشته بسیار فعال بودند و یکی از شعار اصلیشون نه به هر چی هر جمهوری اسلامی و هر چیزی که ربطی داشته باشه به جمهوری اسلامی خیلی بیرو دروازی نمیگن، کمپین یا کارزار نه را انداختن، اینها چقدر میتونن نقش داشته باشن برای گذر از این نظام؟ ببینید ما با یک جامعه مدرن در واقع مدنیت یافته طرفیم. ما جامعه ایرانی جامعه سنتی که مثلا ممکن ما در برخی از کشورهای خاورمیانه ببینیم نیست. شما اگر ایران رو مخصوصا اونایی که خارج از کشور رو دنیای آزاد رو دیدن خیلی راحت‌تر مقایسه رو میتونن انجام بدن، یعنی قابل لمس‌تر براشون این مقایسه. ایران در خاورمیانه است ولی به قول یکی از این اندیشمندای آمریکایی که یه بار من باش صحبت میکرد میگفت ایران وسترنایز شده، یعنی خیلی غربی شده نسبت به کشورهای خاورمیانه ای و نهادهای مدنی یا مدنیت یافتن ایران مال حداقل 100 سال قبل. ما دادگستریمون خیلی عمرش بیشتر دادگستری کشورهای همسایه است، دانشگاهمون، اداره پستمون، نمیدونم شهریتمون، همه اینها. وقتی شما توی یک جامعه مدنی به این شکل قرار میگیرید که در واقع ایمپلیمنت پیاده سازی شده نهادهای مدنی درش، به طور خودکار جامعهش تبدیل به جامعه صنفی میشه. هر صنف برای خودش منافع خودشو داره، جایگاه خودشو داره، تاثیرگذاری خودشو داره و به صورت زنجیری به هم دیگه مرتبط هستن. بنابراین صنف دانشجو هم یا قشر دانشجو هم، قشر نمیشه گفت، بشه گفت صنف لازم تعریف جامعه شناختی، صنف دانشجو هم یک جایگاه تعریف شده برای خودش داره، منافع برای خودش داره و قدرت تاثیرگذاری، همونطور که صنف معلما دارن، صنف کارگرا دارن، صنف پزشکان دارن و هر کدوم از اینا جایگاه خودشون انجام در واقع جایگاه خودشون قرار داره و داره کار خودشون انجام میدن. ما باید قیاس بکنیم اگر میخوایم واقعا چقدر تاثیر داره، ما باید قیاس بکنیم با اصناف دیگه که چقدر اینها تونستن همدیگر رو به اصطلاح خودشون پیش ببرن، چقدر تونستن همدیگر رو پوشش بدن. جنبش دانشجویی لااقل در 10 سال گذشته هیچ وقتی، نه 10 سال خیلی بیشتر شد، از همون کوی دانشگاه 78 باشه، هیچ وقتی در قبال اصناف دیگه سکوت نکرده. شما نگاه بکنید، همیشه در مورد جنبش کارگری بیانیه داده، در مورد زندانی و سیاسی بیانیه داده، اگر سرکوب در مورد معلم ها صورت گرفته در مورد معلم ها به اصطلاح چیز داده، این نشانه تکامل یافتگی و بلوغشه. بنابراین شاید توی مقطعی هم افول داشته باشه، ولی بنابراین اگر از من بپرسید، من در کنار اصناف دیگه بخوام مقایسه بکنم، جامعه دانشجو بسیار خوب عمل کرده و اگر هم نقطه ضعفی داره به دلیل عدم توانمندیش بود، اگر جایی نتونسته اون ایفای نقش رو به شکلی که مورد انتظار بود انجام بده، نه برای اینکه نخواست، شاید برای اینکه نتونست، زندان بودن آدماش یا به هر حال تحت فشار بودن برش، ولی من همیشه نمره خوب بهش خواهم داد. یک سوال کمی خصوصی تر، شما امروز وقتی به اون عکس معروف نگاه میکنید که من یک نسخهشم خود عکاس به من امضا کرده داده یک بار که دیدمش و میگفتش که اگر میدونستم، چون موقعی که اون عکس به من داد شما در زندان بودید، میگفت من اگر میدونستم این چنین اتفاقی برای باطی میفته هرگز این عکس رو نمیفروختم، برای خودم نگر میداشتم. شما وقتی این عکس امروز میبینین چی فکر میکنین؟ ام ام
عکاسش آقای بایرامی بود، جمشید بایرامی بود، و بله من شک ندارم اگر که میدونست این اتفاق برام میفته این عکس رو نمیفروخت. طبعا آدم درستکاری است آقای جمشید بایرامی. من اینو شنیده بودم داخل زندان که مرد خیلی غمگینه به خاطر اون اتفاقی که افتاده و همه جا این غم در واقع ناراحتی و پشیمانی رو ابراز میکنه. من یه بار از زندان برای ایشون پیام فرستادم و گفتم که شما یک ژورنالیست بودی، فوتو ژورنالیست بودی و کارتون به بهترین شکل انجام دادی. منم در زندان تحت فشار قرار گرفتم، شکنجه شدم بیام جلوی تلویزیون اعتراف بکنم که این عکس عکس جعلی بوده و من با خون حیوانات اینا رو درست کردم، ولی هرگز همچین اعترافی رو نکردم و من شما بهترین شکل کارت انجام دادیم، منم به بهترین شکل کار انجام دادم، بنابراین ما هیچ کدوممون کارت دلیلی نداره ناراحت باشیم. و وقتی از زندانم بیرون آمدم برای اولین بار ایشون یک کافه عکسی داشتن، رفتم اونجا و ایشون رو دیدم. خیلی لحظه اول شوکه شدن، خیلی پیجان و در حقیقت یه جوری نگرانی رو تو چهره ایشون میدیدید. ایشون رو بغل کردم و گفتم هیچ ناراحت هیچی نباش، من حتی اعدام هم میشدم، من مسیرم رو رفتم، شما مسیر تو رفتی، مهم اینه که ما کارمون رو اونجا که قرار گرفتیم به بهترین شکل انجام بدیم. ایشون دوست عزیز من هستن، واقعا برای ایشون هم احترام قائلم. این که بعد به اون چجور نگاه میکنم در گذشته چجوری بوده الان چجوریه، بعضی وقتا اتفاقات خارج از کنترل شماست. شما توی مرکز یک تحولی قرار میگیرید که باید ایفای نقش بکنید. من نمیدونم، اگر از من بپرسید اگر اون روز میدونستی که قرار اعدام بگیرید، یه دهه زندان بمونی، این کارو میکردی؟ نمیدونم، شاید میگفتم نه، شاید نمیکردم یا میکردم، ولی میدونم اگر این کار رو میکردم، یعنی الانش هم اگر از من بپرسید، اگر برگردم اون روزا و این کار رو کرده باشم، طبعا همین مسیری که آمدم رو ادامه میدم. یعنی مقاومت میکنم، هرگز جلوی دوربین نمیرم که اعتراف اجباری بکنم این عکس جعلی بوده، این عکس جعلی نبوده، این خون دانشجو بوده. و برعکس تبلیغاتی که در این سال جمهوری اسلامی کردیم، من هرگز نگفتم این عکس جعلی، هرگز نگفتم این پیراهن رو با خون مرغ یا هر چیز دیگه. اینا رو می‌بینید توی وبسایت‌های جمهوری اسلامی، اینا خیلی، عذر می‌خوام این عبارت رو به کار می‌برم، مزخرف مطلق وبسایت‌های زرد امنیتی جمهوری اسلامی. اون عکس واقعی است و شما منو شکنجه کردید، سالها عمر و جوانی و سلامتی منو گرفتید که من بیام جلوی دوربین شما اعتراف بکنم این فیلم، این عکس جعلیه، من با پول گرفتم از غرب اینا رو درست بکنم و همه اینا، ولی من حسرت یک فریم مصاحبه اجباری و اعتراف اجباری و انکار این پیراهن، انکار این خون و انکار جنبش دانشجویی رو تو دلتون گذاشتم و اگر برگردم روزم بازم همین کار خواهم کرد. با سپاس فراوان از همراهیتون. مرسی از شما وقتی که دادین.